باز هم خوش آمدید و حال ادریس تیموری خبرهای ورزشی را تقدیم میکند. تشکر فواد. با تقدیم سلام و این هم چند رویداد ورزشی. صندوق وجهی برای جمع‌آوری پول‌های کمک شده فدراسیون فوتبال شب گذشته تأسیس شد. در محفلی که به همین مناسبت دیشب در کابل برگزار شده بود، مقام‌های حکومتی، نمایندگان مجلس و بازرگانان کشور حضور داشتند. کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان تأسیس این صندوق را برای پیشرفت فوتبال در کشور ارزنده خواند و از همه کسانی که در حمایت از فوتبال کشور سهم گرفتند اظهار قدردانی کرد. پس از پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات کشورهای جنوب آسیا، موجی از کمک‌های مادی به فدراسیون فوتبال اعلام شد. از تقدیر و کمک رئیس جمهور تا سجده شکرگزاری اعضای پارلمان، فدراسیون فوتبال برای جمع‌آوری این کمک‌ها دیشب در محفل صندوق وجهی پول برای این فدراسیون را تأسیس کرد و اعلام کرد از این پس هر کس می‌خواهد برای تیم ملی فوتبال کمک کند، به این صندوق کمک خود را ارسال نماید. و تنها دیشب بیش از 25 میلیون افغانی از سوی نهادهای حکومتی و تجار ملی به این فدراسیون کمک شد. ارزش افغانی 20 میلیون و 300 هزار افغانی و 1,27,000 دلار و 2 اراده موتر 0 کیلومتر بر علاوه بیمه صحی یک ساله. این صندوق از سوی 5 تن اریق قربان علی یقجو رئیس هیئت عامل اتاقهای تجارت و صنایع، شکریه بارکزای نماینده مردم در مجلس، کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال، یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان و آقای گوهری کمیشنر لیگ برتر افغانستان نظارت می شود و رئیس فدراسیون فوتبال تأسیس این صندوق را در پیشرفت ورزش فوتبال مؤثر دانست. حمایت از فدراسیون فوتبال افغانستان اینجا گرد هم آمدند. بسیار زیاد تشکر از همه دوستها و از همه برادرها و واقعا ما را سرفراز ساختین و ما را سربلند ساختین، ما را قوت قلب دادین و ما را با آینده سخت متعقین ساختین. تیم ملی فوتبال افغانستان توانست با شکست تیم ملی هندوستان در دور نهایی مسابقات کشورهای جنوب آسیا برای نخستین بار این جام را به خانه بیاورد. از سوی هم مجلس نمایندگان افزون بر معاش سه روزه تمام اعضای مجلس نمایندگان نزدیک به 60,000 دلار آمریکایی نیز به فدراسیون فوتبال افغانستان کمک کردند. مجلس نمایندگان امروز از تمام کادر فنی و اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان در داخل این مجلس قدردانی کردند و این پیروزی را در اتحاد مردم مؤثر دانست. گفته می شود معاش سه روزه نمایندگان مجلس نزدیک به 2 میلیون افغانی می شود که قرار است معاش ماه سنبله اعضای این مجلس پرداخته شود. افغانستانی که با نام واسکت انتحار تریاک و فساد شناخته می شد، ولی امروز جوانان ما نام دیگری، دید دیگری و شناخت دیگری را از افغانستان به جهان به نمایش گذاشتند. بزرگترین دستاورد این پیروزی را می توان زنده ساختن احساسات ملی و ایجاد انگیزه های وحدت و همبستگی ملت افغانستان دانست. سومین دور مسابقات انتخابی تیم ملی بسکتبال بانوان امروز با اشتراک 130 ورزشکار در کابل آغاز شد. این مسابقات با اشتراک 8 باشگاه در دو گروه 5 تیم آغاز شده و تا 3 روز دیگر ادامه می‌یابد. در اخیرین مسابقات 12 چهره برتر به تیم انتخابی ملی برگزیده می‌شود. گفته می‌شود در این مسابقات افزون بر ولایت‌های بلخ و هرات 6 تیم از کابل نیز حضور دارد. و اکنون چگونگی وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر؟